هفته صبح تهران. خانم ها آقایان سلام، صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. من علی حمیدانی هستم، این چشم انداز بامدادی بی بی سی است. بسیار خوش آمدید. در برنامه امروز مانند همه روزهای گذشته به بحران ویروس کرونا در جهان میپردازیم. در آمریکا تخمین زده شده تا 135,000 نفر ممکن است جانشان را از دست بدهند. در ایران دولت دیروز مساجد را در 132 نقطه بازگشایی کرد، همزمان با گسترش شیوع کرونا در 15 استان این کشور. برایتان از نشست سران جهان میگوییم که نتیجهش شاید پایانی باشد برای این بحران، اختصاص میلیاردها دلار برای مقابله با ویروس کرونا و سرمایه گذاری برای اکتشاف واکسنی علیه این ویروس. میپرسیم آیا سرانجام پایان این شب سیاه سپیدی خواهد بود؟ و همینطور از نجف دریا بندری برایتان میگوییم که روز گذشته درگذشت. همه پس از مشروع خبرها از بی بی سی در لندن. صبح بخیر. در حالی که بیش از 12 کشور جهان محدودیت‌های خود را برای مقابله با ویروس کرونا کاهش دادند، نزدیک به 30 کشور و نهاد بین‌المللی در یک نشست اینترنتی متعهد شدند که 8 میلیارد دلار برای کمک به تحقیق، تولید و توزیع واکسن این ویروس مرگبار کمک کنند. تدروس گبریسوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی، نتیجه اجلاس روز گذشته را نمایش قدرتمند و الهام بخش از همبستگی جهانی خواند. هیچ کدوم ما نمیتونیم دنیایی را بپذیریم که در آن گروهی در امانند و دیگران نه. همه باید ایمن باشند. هیچ کدوم از ما تا وقتی که ایمنی همگانی بشه در امان نخواهیم بود. پتانسیل موج‌های متناوب عفونت ویروس کرونا 2019 در نقاط مختلف جهان ما رو ملزم میکنه که تمام مردم کره زمین رو از این بیماری ایمن کنیم. در ایران مساجد 132 شهر از جمله در 15 استان بازگشایی شدند. این تصمیم به دستور ستاد مبارزه با کرونا در این کشور گرفته شده که با ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل می شود. این در حالی است که وزارت بهداشت ایران درباره روند سعودی شیوع ویروس کرونا هشدار داده. خبرهای جهان را از بی بی سی در لندن پیگیری می‌کنیم. محققان از کشف یک میکروب خبر دادند که از پشه‌ها در برابر ابتلا به مالاریا محافظت می‌کند. محققان در کنیا و بریتانیا می‌گویند این یافته می‌تواند به طور بالقوه نقش مهمی در مقابله با بیماری مالاریا داشته باشد. مالاریا از طریق نیش پشه به انسان منتقل می‌شود و محافظت از پشه‌ها در برابر این انگل می‌تواند از شیوع آن در بین انسان‌ها ممانعت کند. سالانه 400,000 نفر در سراسر جهان که اکثر شان کودکان زیر 5 سال هستند در اثر ابتلا به مالاریا جانشان را از دست میدهند. خشایار جنیدی گزارش میدهد. محققان در بریتانیا و کنیا با انتشار مقاله ای در نشریه نیچر کامیونیکیشنز از میکروسپوریدا ام بی به عنوان میکروب مؤثر در پیشگیری از ابتلای پشه به مالاریا نام برده اند. محققان در حال بررسی دو روش هستند: پخش کردن گرده میکروسپوریدا در محل برای آلوده کردن جمعیت پشه ها و یا آلوده سازی پشه های نر در آزمایشگاه و آزاد کردن آنها در محیط با هدف گسترش آلودگی به پشه های ماده. و حسن نصرالله، دبیر کل جنبش موسوم به حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است، اقدام آلمان در قرار دادن این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی را محکوم کرد. آقای نصرالله در یک سخنرانی که عصر روز دوشنبه 4 مهر از تلویزیون لبنان پخش شده گفته که این تصمیم سیاسی آلمان نشانگر این است که این کشور تسلیم خاص آمریکاست و به گفته آقای نصرالله هدفش خوشنودی اسرائیل است. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم. علی حمیدانی هستم. 16 روز از ماه اردیبهشت آغاز شده. شنوندگان عزیز، 5 روز از ماه میلادی مه. اجازه بدید که امروز رو هم همانند همه روزهای گذشته درباره بحران شیوع ویروس کرونا در جهان آغاز بکنیم. بریتانیا هنوز در کانون توجه‌های بحران کرونا در اروپا است. بنا بر اعلام وزیر بهداشت بریتانیا، طی یک روز گذشته 288 نفر در بریتانیا به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. این تعداد مانند قبل فقط شامل موارد فوتی در بیمارستان‌ها نیست. با اعلام آمار اخیر، مجموع افرادی که تا کنون به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادن در بریتانیا به بیش از 28,000 نفر رسیده. فرانسه هم اعلام کرده که از دوربین‌های مدار بسته برای کنترل اعمال فاصله گذاری اجتماعی استفاده خواهد کرد. مهنوش پورزیایی گزارش می‌دهد.
بیش از 30 کشور جهان با شرکت در یک اجلاس اینترنتی برای تأمین بودجه لازم جهت تحقیق، تولید و توزیع واکسن کرونا 2019 پیش قدم شدند. در این اجلاس که به میزبانی اتحادیه اروپا برگزار شد، کمیسیون اروپا 1 میلیارد دلار از این کمک را بر عهده گرفته. عربستان سعودی، فرانسه و آلمان هر کدام 500 میلیون دلار و ژاپن 800 میلیون دلار. در این میان روسیه و آمریکا هیچ کدام در اجلاس شرکت نکردند و چین کانون اولیه بیماری تنها سفیر خود در اتحادیه اروپا را به این اجلاس فرستاده. قرار است 4 میلیارد دلار برای تولید واکسن، 2 میلیارد دلار برای پیدا کردن راه درمان بیماری و بیش از 1.5 میلیارد دلار برای تولید کیت‌های آزمایشی صرف شود. تدروس گبریسوس رئیس سازمان بهداشت جهانی نتیجه اجلاس روز دوشنبه را نمایش قدرتمند و الهام بخش از همبستگی جهانی خواند. تدروس گبریسوس: هیچ کدام ما نمیتونیم دنیای را بپذیریم که در آن گروهی در امانند و دیگران نه. همه باید ایمن باشند. هیچ کدام از ما تا وقتی که ایمنی همگانی بشه در امان نخواهیم بود. پتانسیل موج‌های متناوب عفونت ویروس کرونا 2019 در نقاط مختلف جهان ما رو ملزم میکنه که تمام مردم کره زمین رو از این بیماری ایمن کنیم. ویروس کرونا 2019 تا کنون بیش از 3.5 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده و جان بیش از 250 هزار نفر را گرفته. همزمان روز دوشنبه دست کم 12 کشور جهان گام‌هایی را برای کاهش محدودیت‌های اعمال شده جهت مقابله با ویروس کرونا برداشتند تا به سوی احیای اقتصاد خود حرکت کنند. بازگشایی مدارس، از سرگیری پروازهای داخلی و حتی باز کردن ساحل به روی کسانی که بیتاب شنا کردن بودند از جمله این موارد است. هند اجازه داده در مناطقی که آلودگی ویروسی گزارش نشده حمل و نقل عمومی، عروسی‌ها و تجارت‌های محلی جریان پیدا کند. لبنان بارها و رستوران‌ها را باز کرده و نیجریه فروشگاه‌ها و مراکز خرید را. فرانسه که بخشی از محدودیت‌های خود را از هفته آینده لغو می‌کند، نگران تبعات اقتصادی ویروس است و وزیر بازرگانی این کشور گفته مردم و دولت باید خود را برای اعلام ورشکستگی شرکت‌ها و کاهش نیروی قابل توجه در صنایع مختلف آماده کنند. مهرنوش پورجیایی گزارش می‌داد با آمریکا برویم که بدهی‌های دولت به خاطر ویروس کرونا در حال سر به فلک کشیدن است. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده که برای تأمین هزینه‌های اضطراری مرتبط با شیوع کرونا در سه ماهه دوم سال میلادی جاری حدود 3000 میلیارد دلار قرض خواهد گرفت. از طرف دیگر روزنامه نیویورک تایمز میگوید به نسخه جدید یک سند داخلی دولت آمریکا دست یافته که در آن پیش بینی شده که در ظرف چند هفته آینده تعداد بسیار بیشتری از افراد مبتلا به ویروس کرونا در آمریکا تشخیص داده می شوند و تعداد موارد فوتی دو برابر خواهد شد. اجازه بدید که با همکارم کامبیز فتایی صحبت بکنیم که در پایتخت آمریکا در واشنگتن مستقر است. کامبیز، پیش بینی افزایش مبتلایان در شمار فوتی ها چیست؟ خب این پیش بینی در واقع نباید به رسانه ها درز میکرد و بررسی و پیش بینی یکی از اساتید دانشگاه جان هاپکینز هست که به دولت داده بوده، منتها سر از رسانه ها در آورده و درز کرده و حتی متنش هم اومده و پیش بینی این هست که الان تعداد رسمی مبتلایان روزی حدود 25 تا 30 هزار نفر. پیش بینی این هست که این میتونه رقم به 200 هزار نفر در روز برسه اگر این محدودیت ها برداشته بشه، که البته روند لغو محدودیت ها یا کاهش محدودیت ها از الان میبینیم که تقریبا شروع شده در خیلی از ایالت ها و شدت هم خواهد گرفت از یکی دو هفته دیگر رسما. و به هر حال نگرانی این هست که تعداد فوتی ها بنابر این سند البته و ارزیابی از یه چیزی حدود 1750 نفر تعداد فوتی ها به 3000 نفر برسه که یک چیزی حدود افزایش میشه گفت 70% هست و تمام اینها برمیگرده به روند کاهش قرنطینه که در ایالات های مختلف یا آغاز شده یا به زودی آغاز خواهد شد. و البته این رو باید اضافه بکنم که بنابر پیش بینی یکی از مؤسسات دانشگاه واشنگتن در شهر سیاتل هم تعداد مرگ و میر مربوط به ویروس کرونا میتونه تا اوایل ماه اوت از پیش بینی قبلیشون 72 هزار نفر بود، حالا میگن 134 هزار نفر، تقریبا دو برابر بشه. خبر دیگری که داشتیم این قرض بزرگ دولت آمریکا بود 3000 میلیارد دلار. چرا این مبلغ؟
خب کنگره آمریکا حداقل در ظرف چند هفته اخیر اختصاص داده یک بودجه 3 تریلیون دلاری رو در معادل همین استقراضی که اینا میخوان انجام بدن. به هر حال در آمریکا به خاطر کرونا دریافت مالیات ها به تعویق افتاده، چه از اشخاص چه از شرکت ها، چک فرستاده شده در خونه در واقع شهروندان مردم در این کشور و همینطور به حال هزینه های بسیار زیادی داره انجام میشه برای به خاطر افزایش بیکاری که رقم بیکاری الان به یه چیزی حدود 30 میلیون نفر بیکار شده در ظرف چند هفته اخیر. بنابراین خرج دولت بالا رفته، این خرج رو اینها باید از با استقراض و در واقع انتشار اوراق قرضه تامین بکنن. بسیار هم بزرگ است، یعنی اگر سال گذشته رو در نظر بگیریم در 12 ماه در ظرف یک سال یه چیزی حدود کمتر از 1.5 تریلیون اینها اوراق قرضه صادر کردن. در عرض 3 ماه 2 برابر این رقم رو دارن صادر میکنن، در واقع 3 تریلیون، که البته اضافه بکنم اگر ارقام در واقع سه ماهی سوم و چهارم رو هم اضافه بکنید این رقم به 4 تریلیون خواهد رسید. بنابراین رقم ها بسیار بزرگ است در شرایطی که اقتصاد آمریکا حداقل 5% منقبض شده که میتونه به 30% برسه، بیکاری ها به 30 میلیون رسیده که بیشتر هم خواهد شد. به هر حال ضربه بسیار بزرگی است به اقتصاد آمریکا. به همین خاطر هم است میبینیم که روند برچیده شدن این محدودیت ها فشار بسیار زیاد است بر ایالت ها و بر دولت فدرال که بازگشایی بشه، اقتصاد آمریکا از سر گرفته بشه به خاطر یک چنین رقم های تریلیونی و همینطور بیکاری های میلیونی است. کامیز فتایی، سپاسگزارم. همزمان با اوجگیری شیوع ویروس کرونا در 15 استان ایران، روز گذشته مساجد 132 شهر که دولت اونها رو کم خطر دونسته بازگشایی شدن، هرچند به شکلی محدود و به شرط رعایت مقررات بهداشتی. این جدیدترین مرحله بازگشایی اماکن عمومی است که 3 هفته پیش با از سرگیری فعالیت مشاغل کم خطر در شهرستان ها شروع شد. دولت گفته که در مدارس کم خطر هم در مناطق کم خطر هم از 2 هفته دیگر باز می شوند. طبق آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته بیش از 1200 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده و 74 نفر هم جانشان را از دست دادن، ارقامی که برخی به دیده تردید به آن می نگرند. سیاوش اردلان گزارش می دهد. در حال حاضر حدود 130 شهر ایران سفید هستند، یعنی شیوع ویروس کرونا در این شهرها اندک تشخیص داده شده، از عسلویه و لامرد گرفته تا سوادکوه و پیرانشهر. در این شهرها مساجد باز شدند و احتمالاً 2 هفته دیگر مدارس هم باز می شوند، اما با کلی دستورالعمل. نیم ساعت بیشتر نمی توان در مسجد ماند، آن هم فقط برای نماز و اذان. از چای و غذا خبری نیست و مراسم ختم و مولودی و عزاداری هم قدغن است. یعنی مساجد حدود 130 شهر باز شدند ولی با حداقل سرویس. این در حالی است که بسیاری از مساجد در ایام بحران کرونا مراکز سازماندهی کمک‌های غذایی و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های محلی بودند. همه اهل محل. اما اماکن بزرگ مذهبی مثل حرم حضرت معصومه در قم و امام رضا در مشهد تعطیل هستند و در ایام عزاداری شب‌های قدر هم تعطیل خواهند ماند. دولت ایران امیدوار است که این محدودیت‌ها نگذارد ویروس کرونا در کشور پا بگیرد. اما گفته که این ویروس در 10 استان همچنان میتازد و شیوعش بالاست، از جمله در قم، سمنان، تهران و اصفهان. در تهران که پرجمعیت‌ترین شهر ایران است، طبق آمار دولت مردم کمتر موازین بهداشتی را رعایت می‌کنند. استفاده از ماسک در مترو اجباری شده، اما تلویزیون ایران همچنان نشان می‌دهد که خیلی‌ها رعایت نمی‌کنند. الان یه دقیقه من اینو درآوردم، شما رسیدید. من می‌خواستم بخرم نبود. در شهرهایی که موازین بهداشتی رعایت می‌شود، شاید تعداد فوتی‌ها کمتر بوده باشد، اما خداحافظی با عزیزان از دست رفته سخت‌تر از همیشه است. همکارم سیاوش اردلان گزارش می‌داد. از تلاش‌های براتون بگم که برای جلوگیری از رسوخ ویروس کرونا به بدن انسان در جریان است، از جمله اینجا در بریتانیا. رهبر یکی از این گروه‌ها دکتر باباجان نظروف است، متولد تاجیکستان که اکنون در بریتانیا یک شرکت پزشکی دارد که سرگرم پیدا کردن دارو برای کووید 19 است و پروانه اجرای آزمایش روی انسان را از مقام‌های بهداشتی در بریتانیا دریافت کرده. آزمایشی که قرار است به‌زودی انجام شوند، آنگونه که داریوش رجبیان گزارش می‌دهد. سعی و کوشش برای گشودن راز کووید 19 برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری همه‌گیر بی‌وقفه جریان دارد.
اینجا در بریتانیا هم. در دانشگاه آکسفورد یک گروه از دانشمندان و دانشپژوهان در جبهه مقابله علمی با این ویروس هستند. در رأس این تیم دکتر باباجان نظروف است، زاده دوشنبه تاجیکستان، از دانش آموختگان دانشگاه آکسفورد. در آغاز ماه مارس بود که شیوع ویروس کرونا اروپا را فرا گرفت. من تصمیم گرفتم برای مدتی پژوهش‌های مربوط به کرونا ویروس را مطالعه کنم تا نحوه کار این ویروس را دریابم. بسیار زود متوجه شدم که کووید 19 به مانند اسلاف خودش ویروس‌های کرونا قبلی کار می‌کند، با همان سازوکار و نحوه تسری. مهم است بدانیم که ویروس با استفاده از چیزی که سپایک یا تیغه می‌نامند، تیغه اس، خودش را به سلول‌های بدن انسان وصل می‌کند. برای ورود به درون سلول، ویروس باید پخته شود. ویروس با بهره‌وری از پروتئین موسوم به تمپر اس اس 2 به پختگی می‌رسد. به بیان دیگر، ویروس از این پروتئین به عنوان کلید برای باز کردن در سلول استفاده می‌کند. یعنی ویروس خودش را به سلول میچسباند، اما برای ورود به آن باید کلید در را بچرخاند. همین چرخاندن را پروتئین تمپر اس اس 2 انجام میدهد. در نتیجه شرکت لاتوس تراپیوتیکس دکتر نظروف که پیشتر خود را وقف پژوهش‌ها درباره انواعی از سرطان کرده بود، روی درمان بیماری کووید 19 متمرکز شد. به ویژه پس از تمرکز کافی روی پروتئین تمبر اس اس 2 که او میگوید در تسری ویروس کرونا نقش کلیدی دارد. به خودم گفتم ظاهراً پروتئین تمبر اس اس 2 در این جریان نقش کلیدی بسیار مهمی دارد و اگر ما چیزی داشته باشیم که این نقش را خنثا کند، راه ورود ویروس به سلول بدن انسان هم مسدود می شود و این کار باید درست در آغاز این فرایند صورت بگیرد، چیزی که ما بالا دست می نامیم، یعنی هر اتفاقی که قبل از ورود ویروس به سلول رخ می دهد. از دید من این مورد قواعد بازی را تغییر می دهد، چون که آزمایش‌های دیگر برای پیدا کردن داروی کووید 19 روی خنسا کردن ویروس کرونا پس از ورودش به سلول متمرکز است. ولی مگر بهتر نیست که راه ورود ویروس به سلول بسته شود؟ از دکتر نظروف پرسیدم آیا 100% مطمئن است که ایده او و حدود 25 تن دیگر از دست‌اندرکاران پروژه برای یافتن راه حل واقعی نجات از کووید 19 شدنی و قابل اجراست؟ Yes, it is feasible because what we realized and I realized that. بله، شدنیست. در جریان این مطالعه متوجه شدم که از همین حالا داده‌های سلولی مربوطه در دسترس هست. در مورد دو دارویی که من برای این درمان تشخیص دادم، کاموستات و نافاموستات، آزمایش‌های سلولی انجام گرفته که بر پایه آن می‌شود مطمئن شد این داروها مانع از ورود ویروس به سلول‌های ریه انسان می‌شود. این کارکرد داروها روی جانوران به ویژه موش‌ها هم آزمایش شده. تا این حقیقت آشکار شود که در پی استفاده از این دو نوع دارو امکان ورود ویروس به سلول به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. صحبت از دو دارویی است که از 35 سال پیش بدین سو در ژاپن رایج بوده و پروانه تولید دارد. کاموستات قرص است و نافاموستات تزریقی. دکتر نظروف میگوید اولی میتواند برای بیمارانی به کار رود که در بیمارستان بستری نشده اند و دومی نافاموستات برای معالجه بالینی افرادی است که قادر به فرو بردن قرص نیستند. فعلا این داروها فقط در ژاپن در دسترس است، چون همانجا اختراع شده و پروانه تولید دریافت کرده، یعنی تا کنون برای کارآزمایی بالینی از این داروها در بیرون از ژاپن استفاده نشده بود. This set of drugs actually makes scientific rationale. ترکیبی از این دو نوع دارو پایه و بنیه منطقی و علمی استواری دارد. یعنی کارکرد آنها با هدف ما در مبارزه با کووید 19 همخوانی دارد. در ژاپن از سال 1985 بدین سو از این داروها برای درمان پانکراتیت استفاده می شود. در واقع ما به داده هایی درباره کارکرد و میزان ایمنی و اثرات جانبی این نوع داروها ظرف 35 سال گذشته دسترسی داریم. بر پایه این داده ها هیچ کسی بر اثر استعمال این داروها تاکنون جان نداده. تنها اثرات جانبی این نوع داروها که گزارش شده این است که 2-3% بیماران در مقابل آن حساسیت نشان دادند.
به همین دلیل هم از دید من این دو نوع دارو برای معالجه کووید 19 بسیار جذاب است. دکتر باباجان نظروف و تیم او قصد دارند تا دو هفته آینده آزمایش این دو دارو روی انسان را انجام دهند. پژوهش‌های او هم قطره‌ای است در جریان علمی که با هدف گشودن روزنی نجات بشریت از کووید 19 می‌چکد. همکارم داریوش رجبیان گزارش میداد. اما همطور که در ابتدای برنامه هم شنیدید، کمیسیون اروپایی برای کمک به تهیه واکسن برای مقابله با ویروس کرونا تلاش‌های جهانی را آغاز کرده. جلسه هم تشکیل شده با حضور 30 کشور، جلسه البته اینترنتی، و شرکت کنندگان در مجموع وعده دادند که بیش از 80 میلیارد دلار به تحقیقات در زمینه تهیه واکسن و شناسایی درمان مبتلای به کووید 19 کمک کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر امین مقدم، متخصص ایمنی شناسی ساکن لندن. نخست از او سوال کردم سرازیر شدن میلیاردها دلار پول برای تهیه واکسن چقدر ممکن است به تسریع روند تولید واکسن کمک بکنه؟ بله، تا اندازه زیاد، به دلیل اینکه ما با چند تا مسئله مواجهیم وقتی می‌خوایم یه واکسن جدید رو بسازیم. مسئله اول اینه که واکسن باید از به اصطلاح استیج‌های مختلف یا از مراحل مختلف رد بشه. مرحله اول تحقیق خیلی پایه‌ایه، تکنولوژی جدید رو باید درست کرد. حالا بعضیا تکنولوژی رو قبلا درست کردن، باید روی واکسن امتحان کنن، بعد باید اینها رو توی حیوانات آزمایش کنن، آزمایش‌های سیفتی یا به اصطلاح عوارض جانبی رو باید انجام بدن، کنترل کیفیت رو باید انجام بدن، و بعد تازه برن روی افراد آزمایش کنن که بهش میگیم کارآزمایی‌های بالینی، و اون خودش چند مرحله داره، و بعد در نهایت در انتهای این تازه اگه شما واکسنی دارید که میتونید به صورت اون رو لایسنس براش بگیرید و مورد تایید قرار بگیره، اون وقت باید شما این رو به اندازه ای تولید کنید که واقعا احتیاجه. بنابراین میبینید که تمام این قسمت ها مراحل احتیاج به هزینه داره و سرمایه گذاری داره، و هرچی شما بیشتر سرمایه بذارید تعداد پروژه هایی که به طور موازی انجام میشه بیشتره. و چون ما میدونیم اغلب واکسن ها متاسفانه از این مراحل رد نمیشن و در یکی از این مراحل اوت میشن از پروسه، و بنابراین هرچی شما بیشتر به طور پارالل یا به صورت موازی این سرمایه گذاری رو بکنی، طبیعتاً شانس این که یکی از اینها زودتر موفق شه بیشتره. چقدر این امیدواری وجود داره در مورد کرونا و واکسنی برای کرونا؟ ببینید، این که کاملا مشخصه که واکسن کرونا در دسترس خواهد بود، یعنی با توجه به فعالیت‌های بسیار گسترده و هماهنگی که داره انجام میشه و همینطور که گفتید هزینه‌هایی که داره براش گذاشته میشه، طبیعتاً این واکسن پیدا خواهد شد. و ویروس کرونا از نوع ویروس هایی که میشه امیدوار بود که براش واکسن داشت. موضوع مهم اینه که چه موقع این واکسن خواهد اومد و آیا در اون زمان ما اونقدر میتونیم واکسن رو تولید کنیم که به اندازه کافی و بتونه برای همه کشورها مورد استفاده قرار. سوال بعدی من دقیقا همین بود. بیاین رو تصور بکنیم فردا صبح از خواب بیدار بشیم و واکسنی برای علیه کرونا در واقع کشف شده باشه. تولید انبوه یک واکسن چقدر طول میکشه؟ بذارید با یه مثال براتون بگم. ما میدونیم که واکسن آنفلانزا سالهای ساله که داره تولید میشه، نه توسط یک شرکت بلکه شرکت‌های بسیار متفاوت در کشورهای پیچرفته و در کشورهای در حال توسعه حتی این واکسن سازی آنفلانزا وجود داره. و با این حال وقتی در زمانی که به اوج خودش میرسه آنفلانزا در زمستان، بعضی اوقات خط تولید قادر نیست که در حال حاضر به اندازه کافی واکسن تولید کنه. شما تصور کنید ما یه واکسنی میخوایم که براش هیچ کسی ایمنی نداره و ما هدفمون میلیاردیه، و بنابراین واقعا این یک کار جدیده و طبیعتاً باید دید که واقعاً چقدر از عهده‌اش برمیاد. میبینید که ما حالا حتی چیز ساده مثل ماسک رو نمیتونیم اندازه کافی درست کنیم. باید فکر کنید که یه چیز پیچیده‌ای مثل واکسن که احتیاج به نگهداری و تجویز درست داره چقدر مشکل‌تر خواهد بود. گفتگو میکردم با دکتر امین مقدم. شنوندگان و بینندگان عزیز صبحتون بخیر. اگر در ایران هستید و اگر در مناطقی هستید که از روز گذشته در فاز تازه‌ای بازگشایی شدن اماکن بیشتر در این مناطق، لطفاً با ما تماس بگیرید، از مشاهداتتون بگین، از رعایت آنچه که فاصله گذاری اجتماعی این روزها یاد گرفته و همینطور پروتکل های بهداشتی به قول رئیس دولت، رئیس جمهوری ایران، برای ما صحبت بکنید. مشخصات تماس با ما رو لطفاً یادداشت کنید.
دیدگاه های شما در این برنامه. در تلگرام به بی بی سی شما. بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-2222. یادتون باشه که در تلگرام شناسه ما هست بی بی سی شما، آدرس ایمیل ما هم هست bbc.co.uk. اجازه بدید که در این 16 روز از اردیبهشت سری هم به دکه روزنامه فروشی در تهران بزنیم با فرشته خاصی. بررسی روزنامه های امروز تهران رو شروع میکنیم با حذف صفر یا اصلاح سیاست از ایران، شام آخر ایرانیان با ریال از دنیای اقتصاد و تغییر واحد پول ملی تورمزاست از جهان صنعت. به هر حال از اون بحثایی است که در طول 24 ساعت گذشته بسیار سرش در رسانه‌های ایران بحث شده. روزنامه ایران چی نوشته؟ حذف صرف یا اصلاح سیاست؟ روزنامه دولتی ایران در یادداشت اولش معتقد هست که حذف 4 صفر از واحد پول کشور به لحاظ اقتصادی واجد هیچ تأثیر جدی نیست، جز اینکه در شمارش اثرگذاری مهمی داره. به اعتقاد این روزنامه مواجهه اقتصاد با تحریم‌های نفتی و بازگشت تحریم‌های بانکی و همچنین اقدامات مخالفان داخلی فنر تورم رو به یک بار فعال کرده و دوباره شاهد اوجگیری اون بودیم و حالا روشن شده که بیش از گذشته میشه به حذف صفر از پول ملی فکر کرد و اقدام مجلس در این مسیر گام مهمی تلقی میشه. روزنامه دنیای اقتصاد تیتر زده شام آخر ایرانیان با ریال. این روزنامه به همین تغییر واحد پول ملی و حذف 4-0 که از سوی مجلس تصویب شده اشاره کرده، در واقع به مخالفان و موافقان و استدلالای اونها پرداخته و معتقد هستش که اختلافات در زمینه فرهنگی و تاریخی و نحوه اجرای رفرم پولی و پیش نیازهای این سیاست در واقع محل بحثه. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، مهمترین نکته منتقدان اینه که بدون ایجاد ثبات اقتصاد ایران، شاید پیش از اینکه پروسه تغییر واحد پول ملی به سرانجام برسه، یک صفر جدید کنار تومان متولد بشه. و بریم سراغ روزنامه جهان صنعت. تغییر واحد پول ملی تورمزاست. جمشید عدالتیان شهریاری در این روزنامه نوشته که سیاست حذف صفر از پول ملی اگرچه با هدف مهار تورم اجرا میشه، اما مشخصه اصلی این سیاست نمایان شدن اثر تورمی در زمان اجرای اون هست. به نوشته این روزنامه، نرخ‌های تورم موجود در اقتصاد ایران نتیجه صفرهای اضافه نبوده، ریشه‌های نقدینگی و عرضه پول در اقتصاد داره و دولت تنها در تلاش از نظر روانی قیمت‌ها رو به سطح قیمت‌های قبل انقلاب برسونه در مقابل تورم بازه‌ای که در نتیجه گرد شدن قیمت اقلام مصرفی به صورت بالا ایجاد می‌کنه. صبح شما شنوندگان عزیز بخیر، امیدوارم هر کجایی که هستید خوب و خوش باشید. به نیمه راه داریم نزدیک میشیم، اجازه بدید که نگاهی هم بندازم به سرخط چند خبر تا این ساعت از بی بی سی. در لندن، در حالی که بیش از 12 کشور جهان محدودیت‌های خود را برای مقابله با ویروس کرونا کاهش دادند، نزدیک به 30 کشور و نهاد بین‌المللی در یک نشست اینترنتی متحد شدند که 8 میلیارد دلار برای کمک به تحقیق و توزیع واکسن برای این ویروس مرگبار کمک کنند. در ایران مساجد 132 شهر از جمله در 15 استان بازگشایی شده. این تصمیم به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته شده که با ریاست رئیس جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. و خبر دیگر همین بود که حسن نصرالله دبیر کل جنبش موسوم به حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است، اقدام آلمان در قرار دادن این گروه در فهرست گروه های تروریستی رو محکوم کردیم. و در این 16 روز از اردیبهشت برای شما بگم که دمای هوا در این ساعت از صبح اینجا در لندن 9 درجه است، بالای صفر قرار هست که روز آفتابی امروز پیش روی این شهر پایتخت بریتانیا باشه. فردا و پس فردا هم در تهران اما هوا به راستی بهاری است، دیگر گرم شده، حالا 18 درجه است، بالای صفر قرار هست که هوا نیمه ابری باشه. فردا تهران بارانی خواهد بود، تبریز حالا 12 درجه است، مشهد 17، رشت 18، کرمان 14، عراق 11، اصفهان 14، بندر عباس 26، در کابل پایتخت افغانستان 16 و دمای هوا در دوشنبه تاجیکستان هم 14 درجه است، بالای صفر. هر کجایی که هستید امیدوارم که خوب و خوشید. در ادامه چشم‌انداز بامدادی خبرها رو پی خواهیم گرفت و همینطور مروری خواهیم کرد برای یک کتاب مانند هر سه‌شنبه صبح.
گاهی باید آینه ها را چادر پیچ کرد. چراغ‌های مهشکن را روشن و فرمان را دو دستی گرفت و پدال گاز را تا ته له کرد. رفتن از یک شهر، از پیش یک آدم یا حتی ترک نام فامیلی روبرو شدن با واقعیتی است که می‌تواند هم خوب باشد هم بد. این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش می‌شود. نجف دریابندری مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. او طی ده‌ها سال آثاری از بسیاری از بزرگان ادبیات جهان را به فارسی بازگردوند. او مجموعه‌ای از آثار غیر داستانی را هم ترجمه کرده که آثار فلاسفه‌ای همچون راسل و آیزاب برلین در میان آنها به چشم می‌خورد. بسیاری از کسانی که با آثار ادبی و فلسفی نجف دریابندری آشنایی ندارند او را با کتاب دیگری می‌شناسند که با 30 بار تجدید چاپ نام او را از کتابخانه‌ها به فضای خانه‌ها هم آورد. کتاب مستطاب آشپزی کار مشترک نجف دریابندری و همسرش فهیمه رستگار با سبکی متفاوت از کتاب‌های مشابه و نثری طناز و بازیگوش به یکی از محبوب‌ترین کتاب‌های آشپزی ایران تبدیل شده. خاطرم هست که همکارم سام فرزانه در یکی از برنامه‌های شیرازش مفصلاً به مستطاب آقای دریابندری هم پرداخته بود. اجازه بدید که با احمد کریمی حکاک صحبت بکنیم، استاد ممتاز ادبیات فارسی در دانشگاه مریلند که البته حالا در لس آنجلس هستند. می‌خوایم با در مورد آقای دریابندری صحبت بکنیم که از سال‌ها پیش البته آقای دریابندری به دلیل بیماری خانه‌نشین بودند تا روز 14 اردیبهشت که در تهران درگذشتند. آقای حکاک وقت شما بخیر. آقای دریابندری زندگی بسیار پرتلاطمی داشت از فعالیت‌های سیاسی جور و جور، نویسندگی و ترجمه. چقدر نثر دریابندری متأثر است از این سبک زندگی و از این تجربه زندگی؟ وقت شما خوش. بله، پرسش اولی بسیار خوبی است. حقیقت این است که ترجمه‌های روانشاد نجف دریابندری فقط ترجمه نبود، بلکه فارسی سازی بود که برخلاف مثلا کسانی که پیش از او ترجمه می‌کردن مثل ذبیح الله منصوری و حسین قلی مستعان و اینها، دقت می‌کرد به اون واژگان و برای اون واژگان و عبارات جانشین‌های جا افتاده فارسی رو انتخاب می‌کرد. در نتیجه در تمام کارهایی که ترجمه کرده و من بسیاری از اونها رو خوندم، در جوانی ازشون الهام گرفتم و به همین دلیل خودم دست پا در راه ترجمه گذاشتم، هیچ وقت بوی ترجمه نشنیدم. این بوی ترجمه شاید استعاره‌ای باشه برای کسانی در آغاز کار که تفاوت میان ترجمه تحت لفظ و ترجمه امین رو نمیشناسن و فکر میکنند اگر هر واژه‌ای در برابرش یک واژه فارسی گذاشته بشه اون ترجمه خوبی است، حالانکه اینطور نیست. هیچ زبانی فقط تک بعدی نیست و زبان فارسی از زبانهایی است که ابعاد گوناگون داره و روانشاد دریابندری این رو خوب درک کرده بود و هم او و هم کسی که او ازش الهام گرفته بود محمد قاضی از مترجمانی هستند که در عین امانت و صداقت در عین حال میتونن زبان فارسی بازسازی بکنند که میشه گفت معادل همینگوی باشه یا معادل فالکنر باشه یا معادل، و این زبان معادل به معنای همون زبان با همون واژگان نیست، بلکه واژگان فقط یک بعد از زبانه، حالان که تاریخ زبان توشه های مثلا شاعرانه یا استعاری زبان و همه اینها در کار ترجمه دخیل هستند و ترجمه بوداری که دوست نداشتیم ما از ترجمه هایی که با جا افتاده بود و به ما این حالت رو میداد که این ممکنه ترجمه باشه و ترجمه هست خودمون میدونستیم، ولی در این حال فارسی راستی داره، فارسی درستی داره که میشه در امتداد کارهای پیشین فارسی از کلاسیک ترین بگیرید مثلا گلستان سعدی اینا تا ببینید مثلا حاجی بابای اصفهانی، میرزا حبیب اصفهانی و دیگران، یعنی در تداوم تفاوت‌هایی که زبان فارسی کرده و راهی که این زبان پیموده قرار میگیره و در نتیجه فرق چندانی با زبان ابداعی مثلا هدایت یا چوبک یا دیگران نداره، اگرچه ترجمه هست و فضای داستانی، فضای روایی، فضای استقرازی هست، ولی این به معنای این نیست که زبان
زبان پارسی به آمریکا سفر کرده، بلکه واژگان زبان انگلیسی آمریکایی به زبان پارسی وارد شده. آقای دکتر، تا چند اندازه آرمان‌های سیاسی و اجتماعی نجف دریابندری که به هر حال به ویژه در برهه‌ای از زندگی و بسیار هم پررنگ بودن روی کارش اثر داشت؟ پرسش خوبی است. البته روی کار یعنی کیفیت ترجمه اثر نداشت، ولی روی گزینشی که او از ترجمه کرد به هر حال، مثلا داستان کوتاه غربی به ویژه داستان کوتاه آمریکایی و آمریکای لاتینی که دریابندری درش کار کرد، الگوهایی میشد برای کسانی که بعداً در راه داستان پردازی زبان فارسی ایرانی گام بر می‌داشتند. و از این جهت گزینش های هم محمد قاضی و هم نجف دریابندری بسیار بجا بود. مثلا محمد قاضی اگر سروانتس دونکیشوت سروانتس رو ترجمه نمی کرد، ما اولین رمان بزرگ جهان رو نمی شناختیم یا کمتر می شناختیم. و نجف دریابندری بسیاری از آثار رو که ترجمه کرده نمونه های اعلای متن داستان پردازی در فرهنگ های خودشون بودن که اینها رو به زبان فارسی به عنوان الگو ارائه داده به فارسی زبانان ایران. آقای دکتر حکاک، انقلاب اسلامی سال 57 چه تأثیری بر کار آقای نجف دریابندری داشت؟ فکر نمی کنم تأثیر زیادی داشت. البته انقلاب اسلامی با اندکی واژگان رو جابجا کرد، ولی کسانی هم که معتقدن مثلا که به اصطلاح قرضی بود، اغراضی بود که مثلا واژگان عربی وارد زبان فارسی بکنن، اینها هم به بیراهه میرن. اینطور نبود، ولی خب هر انقلابی اندکی واژگان رو جابجا میکنه و زبان رو، محور زبان رو و مدار زبان رو از زبان مرجعی مثل عربی مثلا جدا شد در طول 200 سال گذشته، در حالی که الان زبان فارسی قرابت لازم و به جای خودش رو با زبان عربی که پیشینه این زبان بوده، که با زبان کلاسیک برای زبان فارسی باز یافته. از اینجاست که من فکر نمی کنم هیچ آفت و آسیبی به ترجمه رسونده باشه، مضافاً بر این که دستگاهی هم نبود که واژگان رو بررسی بکنند و مثل دستگاه فرهنگستان رضا شاهی نبود که فرمان صادر بشه که حالا به جای عدلیه باید گفت دادگستری و به جای نظمیه باید گفت مثلا ژاندارمری و همه اینها. این به این ترتیب بود که من فکر میکنم انقلاب 40 سال پیش، 41-42 سال پیش اثری بر روند ترجمه باقی نگذاشت، بلکه شاید اندکی فارسی رو در اون راستای تاریخی که خودش داشت قرار داد و کار ادامه پیدا کرد. سوال بسیار زیاد آقای دکتر کریمی حکاک، اما فرصت کم. بسیار سپاسگزارم که با ما صحبت کردید. گفتگو میکردم با احمد کریمی حکاک، استاد ممتاز ادبیات فارسی در دانشگاه میرلند، در مورد نجف دریابندری که در تهران درگذشته. اجازه بدید که برویم به سراغ خبری کاملا متفاوت. 40 سال پیش مردان مسلحی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن حمله کردند. 26 نفر به گروگان گرفته می شود و بیرون دیوارهای سفارت برای 6 روز کسی از زندگی پر از وحشت گروگانها خبر نداشت. نیروهای فوق سری ارتش بریتانیا خودشون رو برای حمله آماده می کنند. یک هفته پیشترش عملیات سری آمریکایی ها برای نجات گروگان ها در ایران شکست خورده. از درست بعد از انقلاب ایران داریم صحبت میکنیم شنوندگان عزیز. نه دولت ایران و نه بریتانیا حاضر به برآورده کردن خواسته های گروگانگیران نیستن. گروگانگیری که همونطور به شما گفتم 129 ساعت هم طول کشید. همکارم ژیار گل در گزارش مفصلی که قرار امشب در برنامه 60 دقیقه پخش بشه به این موضوع پرداخته، گفتگو کرده با افرادی که ماندند از این حادثه و تا حالا هم صحبت نکردند. اما در گفتگو با ژیار نخست از جزئیات این گروگانگیری که 40 ساله شده سوال کردم. سیر تحولات در اون موقع اینقدر زیاد بوده در ایران، در حقیقت 2 سال بعد از انقلاب بوده، گروگانگیری سفارت آمریکا بوده، بعد 5 روز قبل از این حادثه، حادثه تبس بوده که نیروهای ویژه آمریکا میخواستن بیان گروگانها رو آزاد کنن، اونجا سقوط کردن و کشته شدن. به همین جهت سیر تحولات در ایران اینقدر زیاد بوده، زیاد درباره این موضوع کسی نمیدونه. حقیقتا این قرنطینه‌ای که ما هستیم در دوران کرونا این شانس رو به من داد که بیشتر رو این مطالعه کنم
با افرادی که در گیر بودن بیشتر صحبت کنم. یکی از مأمورای سابق نیروهای ویژه ارتش بریتانیا صحبت کردم، با گروگانی که داخل سفارت بوده این 6 روز دوران گروگانگیری صحبت کردم. حقیقتا وقتی که نگاه میکنید این افرادی که گروگانگیری کرده بودن افرادی خیلی حرفه‌ای نبودن، ظاهرا 2 هفته در عراق بودن، به اونا آموزش داده شده و یک افسر سازمان اطلاعات عراق به اونا کمک کرده که بیان اینجا و اینجا اسلحه تحویلشون داده. در اون 6 روز هم یک دیپلمات ایرانی اونجا بوده به اسم عباس لواسانی که روزش خیلی هم درگیر شده، ظاهرا در همه اسنادی که خونده میشه با گروگانگیرها درگیر شده. چرا؟ ببین از همون روز اول ایشون از این شیفتگان آیت الله خمینی بوده، خودش فرزند آیت الله حسن لواسانی بوده. عباس لواسانی از همون روز تمام کسایی که من باهاش صحبت کردم گروگان ها میگن سینه‌شو چاک میکرد و میگفت آماده شهادت و از اونا نمیترسه و در حقیقت هم خیلی با اونا درگیر لفظی شده. من شنیدم این سالها تو لبنانم بوده، حالا جامعه عربا میگن اون عضو عمل بوده، با چمران بوده در گذشته، ولی خب گروگان ها معتقد بودن او در حقیقت درست عنوان رسمی به عنوان وابسته مطبوعاتی بوده، در حقیقت نماینده سپاه در سفارت بوده. به همین جهت ایشون نقش مؤثری داشته که این وضعیت رو یه مقدار تشنجش رو بیشتر بکنه. به همین جهت بوده در روز ششم که میخوان واقعا به هیچ یک از خواسته های اونا از طرف دولت بریتانیا که آزادی 91 زندانی سیاسی عرب در اهواز بوده و همچنین به رسمیت شناختن خودمختاری برای خوزستان بوده جواب داده نمیشه، اینا میان به عباس لواسانی میگن تو این چند روزه هی میخواستی بمیری، حالا بیا. میبرنش ببینیم و ظاهرا مرد شماره 2 که فیصل اسم مستعارش بوده گروگان با گل 3 گلوله میکشه و در حقیقت میشه گفت کشتن عباس لواسانی، کشتن کسی در سفارت خط قرمز بوده برای دولت بریتانیا که کنترل عملیات رو از پلیس به نیروهای ویژه ارتش بده. یکی از این افراد زنده است هنوز، فوزی بدوی نژاد که در بریتانیا هم زندگی میکنه. چطور شد که تمام این ماجراها منجر به اخراج او نشد از بریتانیا؟ ببینید فوزی بدوی نژاد اولا این یک معجزه بوده، ظاهرا دستور از نخست وزیر بریتانیا میاد که نگذارن این بحران از دیوارهای سفارت بیرون بره و نیروهای واحد ویژه که من باهاشون صحبت کردم گفت تعبیر ما این بوده که نگذاریم هیچ گروگانگیری زنده در بره. فوزی بدوی نژاد تنها گروگانی بوده که میان گروگانها خودشو به بیرون ساختمون میرسونه، شناسایی میشه و میخوان برش گردونن بکشنش، اما خب ظاهرا متوجه شدن دوربین و اینا داره نگاه میکنه، پلیس زیادی اونجا مستقر بوده، اونو تحویل پلیس میدن. بدوی نژاد 28 سال زندان کشیده، در حقیقت میشه گفت یکی از سخت‌ترین مجازات‌ها و طولانی‌ترین مجازات‌ها برای این گونه جرائم در بریتانیا. دلیلی که به ایران بسلا اخراج نشده اینه که در ایران حکم اعدام وجود داره، حتی اگه دولت بریتانیا بخواد نمیتونه اونو اخراج کنه چرا که قوانین اتحادیه اروپا به اون اجازه نمیده. در ایران حکم اعدام داره، اگه ایشون رو به ایران بازگردانن در حقیقت اجرای حکم اعدامه. به همین جهت بدوی نژاد حدود 3 سال اضافه در زندان موند، چرا که نمیدونستن او رو به کجا دیپورت کنن، به عراق که وضعیت مناسبی نداد در سال 2008 میلادی، به ایران که قطعا اعدام میشد. به همین جهت مدت طولانی رو حتی که حکمش بسا تموم شده بود او در زندان موند. گفتگو میکردم با ژیار گل، اجازه بدید بخشی از گزارش ژیار رو هم ببینیم و بشنویم. بهار 1359 مردان مسلح به سفارت ایران حمله می کنند و برای 6 روز 26 نفر را به گروگان می گیرند. خانم تاچر فرمانی به نیروهای ویژه ارتش SAS می دهد برای حمله آماده شوید. گروگانگیرها از اعراب خوزستان بودند، آنها خواهان آزادی 91 زندانی عرب و به رسمیت شناخته شدن خودمختاری خوزستان توسط دولت ایران بودند. روز ششم با کشتن یکی از دیپلمات‌های ایرانی توسط گروگانگیرها مذاکره پلیس شکست می‌خورد. عملیات به نیروهای ویژه ارتش واگذار می‌شود. آنها فوراً به سفارت حمله می‌کنند. همون
همونطور که به شما بود. در مدت 11 دقیقه واحد ویژه ارتش به گروگانگیری پایان میدهد. همونطور که بهتون گفتم میتونید این گزارش رو امشب در تلویزیون فارسی بی بی سی ببینید. شنوندگان عزیز اجازه بدید که با هم نگاهی هم بندازیم به پیام هایی که شما برای ما فرستادید در طول چند ساعت گذشته. شنوندهی برای ما نوشته راه پیمایی 22 بهمن باعث شد بیماری کرونا شایع بشه. الان همه یه تحقیقا نشون داده شده که الان در همه تحقیقا نشان داده شده است که در زمان برگزاری این راه پیمایی ویروس کرونا به ایران رسیده بوده. متاسفانه شهر ما رامسر، این رو مرتضی نوشته، آمار بیماران کرونایی بسیار بالاست، مردم به هیچ وجه رعایت نمی کنند، دولت هم که مساجد رو باز کرده تا آقایون روحانیون از گرفتن فطریه و مال امام بنوشته این شنوندمون عقب نمونن. عرض کنم که شنونده دیگه برای ما نوشته که باز کردن مساجد و اماکن مذهبی کار بسیار نابجایی بود، معلوم نیست این حکومت قرار است چه زمانی از این کارها دست بردارد. بریم سراغ خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی امروز صبح با همکارم پوریا ژافره. با اخبار ورزشی رو شروع می‌کنیم با خبر مربوط به اثرگیری مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس که در موردش توی ماه‌های گذشته زیاد حرف زدیم. به نظر میاد که دنبال یک طرحی هستن که مسابقات با تفاهم تمام باشگاه‌ها شروع بشه. اینجور یه خبری از این وسط اومده بیرون و به نظر میرسه که تیم‌هایی که در پایین جدول هستن و خطر سقوط اونها رو تهدید می‌کنه خیلی موافق نیستن که بازی‌ها از سر گرفته بشن. دلیلش هم بسیار منطقیه، به خاطر اینکه اگر که الان بازی‌ها رو بخوان در انگلستان قطع بکنن، تقریبا اون تصمیم مشابه اون چیزی که در فرانسه گرفته شد باید گرفته بشه. یعنی با توجه به اینکه لیورپول انقدر با اختلاف امتیاز در صد جدول هست که باید قهرمانی رو به اونها بدن و بعد بیان یک میانگین امتیازی حساب بکنن و دیگه بحث این که تیمی سقوط نکنه پایدار نخواهد بود. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه اگر که تیمی سقوط نکنه بالاخره اون تیم‌هایی که تو دسته پایین‌تر هستن هم میخوان که بیان به دسته بالاتر. با 22 تا تیم فصل آینده که خودش کلی جای سوال داره و از الان بحث این هست که ممکنه که فصل آینده مسابقات بدون تماشاگر باشن یا با قوانین بسیار سختگیرانه انجام بشن، فصل آینده با 22 تا تیم با این همه مسابقه که تا الان کنسل شده و مسابقات جام ملت‌های اروپا یورو 2020 که 2021 میشه، انتخابی المپیک رو هم داریم، خود المپیک رو هم داریم در تابستون سال آینده و همه چی باعث میشه که تقویم مسابقات فشرده‌تر بشه. انتخابیای جام جهانی 2022 قطر رو هم داریم که واقعا میشه گفتش که شانس آوردن که جام جهانی 2022 در زمستون در ماه دسامبر برگزار خواهد شد در هوای اون موقع قطر، که اگه مسابقات در تابستون 2022 بود واقعا اون هم یک معضل عجیب غریبی میشد که اصلا معلوم نیستش که این مسابقه چجوری از سر گرفته میشد. از کرونا عبور بکنیم پوریا، دیگه چه خبر تو دنیای فوتبال؟ برای یه خبر دیگه هم داریم باز هم مربوط به فوتبال. چند روز گذشته در مورد اینکه دادگاهی در آمریکا حقوق مساوی برای تیم ملی زنان و مردان آمریکا رو رد کرده بود و غرامت رو هم کنار گذاشته بود شنیدید. الان می‌بینیم که واکنش بسیار شدیدی از طرف تیم ملی زنان آمریکا است، به خصوص دو تا کاپیتان اصلی تیم، الکس مورگان و مگان راپینو، بازیکن همجنسگرای تیم زنان، که گفتن همتون می‌دونید که این تیم چقدر جنگنده است و در بحث حقوقی ماجرا هم جنگنده خواهد بود. این دعوا در دادگاه ادامه خواهد داشت، فعلا درخواست تجدید نظر کردن و بحثشون هم اینه که میگن که تو این مدت چند سالی که داشتن بازی میکردن این تیم فعلی تقریبا تمامی بازی‌های خودشون رو بردن، دو بار قهرمان جام جهانی شدن و به نسبت تیم مردان اگر که این نتایج تیم مردان گرفته بود سه برابر این پولی که الان درآورده بودن رو درآورده بودن. کلا تیم زنان آمریکا به خاطر موفقیت به نسبت تیم مردان این کشور بازاریابی بهتری هم داره و شاید که در حکم دیگه دادگاه یک نتیجه دیگه ای رو ببینیم.
مرور کتاب این هفته با مسعود بهنود. برنامه این هفته با شعری از آیدا امیری آغاز میشه. با قلبی پر از استخوان و خون به خانه برگشتم. گرگ درونم کسی را کشته است، کسی را که جانوران درونش درنده نبودند. هر روز غارت می شدم و آدم های درونم با سرهای بریده این سو و آن سو می دوند. نیمی از من در آتش می سوزد و نیم دیگرم در آتش می سوزد و موج صدایش ترکم نمی کند. برگرد به من نگاه کن، به زنی با جمجمه سوراخ که چیزی را تمام روز می بافد و تمام شب می شکافد. آیدا امیری رو میشنیدید که شعری از خودش رو میخوند از کتاب آخرش لشکر شکست خورده کلمات. آیدا امیری شاعر است و بیشک در زمینه شاعری میشود گفتش که جا افتاده. حالا دیگه سال 60 ایشون متولد شد و یادم میاد که در یکی از این زادروزهای زندیات شاملو، در جایزه شاملو که شاید دومین دورش بود، هیئت داوران مجموعه شعر لشکر شکست خورده کلمات، یعنی همین کتابی که الان یکی از شعراشو شنیدید، جایزه اول رو دادن به خانم آیدا امیری. همون سالی است که دو نفر اتفاقا صاحب نام در قصه نویسی بودند و اون دو نفر با هم به عنوان برگزیدگان دوم شناخته شدند و این همون سالی است که عطیه عطارزاده رو هم شناختیم و همینطور الینای نریمان رو. خب به این ترتیب ما داریم معرفی میکنیم کسی رو که اولین کتابی که در آورد یک کتاب مجموعه شعری بود با عنوان زیباییم رو پشت در میگذارم. یه آهنگ به خصوصی داشت این مجموعه. این اواخر دوباره ورق زدم. این کتاب به سرعت به چاپ دوم رسید. بعد یک ترجمه کردی ازش در کردستان عراق منتشر شد و تعدادی از شعرهای دیگه او که بعضیاش در ایران نشد چاپ بشه به نظرم به عربی، ایتالیایی، انگلیسی هم ترجمه شدند. بعد از گرفتن جایزه شاملو او دیگه چهره شناخته شده بود و بنابراین با یه فاصله نسبتاً بلندی که میتونه از جنس شعرهاش مایه گرفته باشه و از به اصطلاح بازبینی و سانسور مایه گرفته باشه که به تأخیر افتاد، بعد رسید به کتاب دومی که این دفعه جلومون هست الان و کتابی است که بسیار تحسین شده، لشکر شکست خورده کلمات. شعری دیگر از این مجموعه اشعار آیدا امیری رو با صدای خود او بشنویم. دریا توفاله جنگ را به ساحل انداخته بود، پای کودکیم در قیر گیر کرده بود و ساحل دیگر ساحل قلعه های شنی نبود. چگونه نترسم از زمینی که هرگز زیر پایم نایستاده است، از تعبیر خواب هایش و میل حریصانش به انفجار. جنگ هرگز تمام نمی شود و جای خالی پای چپ مثل میل قدم زدن در شب چیزی روز مره است. و ما که اهل جنوبی هر روز صبح داغ جنگ زدگی را از پیشانی من پاک می کنیم
و به زندگی ادامه می دهی در شهری که هرگز از آن ما نبوده است. شراره شریعت‌زاده متولد سال 54 هست، کارشناس ارشد برق الکترونیک بود. اولین سالهایی که وبلاگ مد شده بود ایشون یک وبلاگی درست کرده بود و بعد از اون دیگه فیسبوک و اینستاگرام حضور پیدا کرد. پس بنابراین دوری آدمی صحبت میکنیم که تو شبکه‌های اجتماعی هست. از سال 90 جدی رفت سراغ داستان نویسی تا به اینجا برسه روزنامه‌نگار حوزه ادبیات و نقد و معرفی رمان بود. بنابراین اسمش اسم آشنایی شده بود برای همه. چرسد به اینکه بعد رفت کلاس‌های داستان نویسی سیاوش گلشیری و آقای حسین سناپور و شه سواری و اینا و خیلی داستان کوتاه نوشت، در مجلات چاپ شد تا بالاخره اولین رمان خودش رو زد روی میز. الان در خبر است که یک دومین رمانی هم وجود داره و مدت هاست که منتظر عنایت بعضی ها هست. اما در همون کتاب اول براد پیت سیاه اسمشه، در این کتاب صحنه‌های فوق‌العاده‌ای در توصیف وجود داره. بخشی از کتاب براد پیت سیاه با صدای خانم شراره شریعت‌زاده نویسندش. گاهی باید آینه ها را چادر پیچ کرد، چراغ‌های مهشکن را روشن و فرمان را دو دستی گرفت و پدال گاز را تا ته له کرد. رفتن از یک شهر، از پیش یک آدم یا حتی ترک نام فامیلی روبرو شدن با واقعیتی است که می‌تواند هم خوب باشد هم بد. هرچند در این فاصله شاید زندگی خطکش بگذارد و شوخی‌های تلخی با آدم بکند. دست به فرمان دلبری هستم که چند ماهی است جلد شده. مثل کسی که دستش شکسته دور تا دور فرمان ماشینم را با روبان قرمز گچ گرفتم تا چشمم به جای خالی دستهای ظریف مجسمه نیفتد. تاثیر روی فرمان دلتنگیم را بیشتر می کرد. همیشه انگشتان استخوانیش روی سر تاسی بود. بیشتر از 6 ماه شده که دستم توی دستش نیست. آخرین بار او را در دادگاه طلاق دیدم. هر دو روبروی قاضی سر خم نشسته بودیم. ما روی صندلی‌های کوتاه فلزی و قاضی روی صندلی بلند چرمی پشت میزی پا محکم. پشت سر ما 2 نفری نشسته بودند که از رفاقت ما چند ساعت بیشتر نمی‌گذشت. آمده بودند شهادت بدهند به چیزی که خودشان هم نمی‌دانستند چیست. با مجسمه قرار گذاشته بودیم تا پایان جدایی هیچ آشنایی خبردار نشود. نشدند. تا 1 ماه بعد هم بی‌خبر نبودن مجسمه بودند. هنوز پارازیت دلتنگ گوش مفت مجسمه است که پر کند و توی پرش نزند. ریتم پای من روی سنگهای سفید 6 و 8 بود. 1 ساعتی که در دادگاه بودیم مجسمه پا از روی پا بلند نکرد. با تیزی خط شلوار کتانش که به موازات تیزی دماغ استخوانیش بود سر می برید. به قاضی که گفتم نه او متهم است و نه من، چند بار موچه سرش را بالا و پایین کرد. چین گردن قاضی از لایه یقه دیپلماتش بیرون زده بود. بس که سرش را پایین آورد تا از بالای نیمه اینکش به ما نگاه کند. لابد می‌خواست مطمئن شود به توافقمان برای پایان دادن به 10 سال زندگی مشترک. دست آخر سرش را بالا شنوندگان و بینندگان عزیز، بسیار سپاسگزارم که تا اینجای برنامه چشم‌انداز بامدادی بی بی سی با ما همراه بودید. میتونید مجموعه کاملی از گزارش ها و برنامه هفتگی ما را از طریق وبسایتمون ببینید، bbcpersian.com. همینطور میتونید در صورت تمایل به ساوندکلاود ما هم سر بزنید، soundcloud.com/bbcpersian. سپاسگزارم از همه شما برای همراهیتون و برنامه‌های خبری ما همچنان ادامه خواهد داشت.